سلام به شما همراهان تلویزیون فارسی دی بی سی، همچنان با پوشش اعتراضات سراسری مردم ایران همراه شما هستیم. خوش آمدید به این بخش خبری ویژه. در حالی که جمهوری اسلامی گروه‌های مخالف خود را متهم می‌کند که در تلاش برای تجزیه ایران هستند، هزاران نفر از ایرانیان مقیم اروپا در برلین متحد و همدل در کنار هم جمع شدند تا ثابت کند ادعای تجزیه ایران توهم نادرستی است. همکارم سیاوش ارغوان گزارش می‌دهد. اینجا برلین است و این روایت روزی که همه آمده بودند، همه دوستداران ایران یک پارچه، از سلطنت طلب و الاهوازیه و پانتور تا کموله و پژاک و پاک و این رنگین کمانی هایی که آن کار دیگر میکنند، تا حتی ایرانیان سیاه پوست و این ایرانیان چشمابی که به گفته حکومت ایران پناهنده های اوکراینی هستند. برفرض که باشند، چه فرقی میکنند؟ اوکراینی، لهستانی، آلمانی، به قول سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند. همه آمده بودند از راه دور و نزدیک، جماعتی که برخلاف ادعاها اتوبوسی نبودند. در تصاویر کاملا مشخص است که خیلی هایشان با میدلباس و مینیباس به برلین آمدند، آدم های قانعی که به یک ساندویچ و نوشابه و سفر رایگان راضی بودند و هیچ کدام در سر سودای تصاحب شهر و استانی را نداشتند. همه آمده بودند به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با چند رنگ و نشان، رنگ و نشان هایی که نوید فردایی روشن و متحد اما رنگ و رنگ را می داد. های تجزیه طلب غرب کشور بیشترین تعداد را داشتند. آنها حتی بین خودشان هم به توافق نرسیده بودند. هرچند حکومت ایران دوست دارد این چند رنگی را تجزیه تفسیر کند، اما این تجزیه نیست، تکثیر ایران است. هر کدام با پرچمی متفاوت آمده بودند. چه ایرادی دارد ایرانهای کوچک اما پرتعداد داشته باشی؟ ایرانهایی با پرچم، طرح و نقشهای متفاوت. دیگر نام هیچ کدامشان ایران نخواهد بود؟ چه فرقی می کند؟ خاک همچنان زیر پای من است. حالا اسمش ایران باشد یا تکه ای از اقلیم الاهوازیه و جیش العدل یا هر چیز دیگری. سیاوش ارغوان، دی بی سی فارسی. اما در رابطه با همین ادعای رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی، گفتگوی دارم با دکتر عبدالله مبتدی، رئیس حزب کمله کردستان از لندن، و ژالی اسفندیاری، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق از کمپ تیرانا در آلبانی، تا مشخص شود برخلاف این ادعاها گروه‌های مخالف حکومت فعلی با وجود اختلاف نظرهای کوچک این توانایی را دارند که در فردای براندازی با تعامل و گفتگو یک حکومت مرکزی و متحد را تشکیل دهند. خانم اسفندیاری، با شما شروع می‌کنیم. به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، این قبیل ادعاها را تایید می‌کنید؟ ببخشید، چرا اول از ایشان سوال پرسیدین؟ وقتی اینها در خانه تیمی هایشان قایم شده بودند و سیانور می جویدن، ما در کوها و در راه داشتیم مزدور سلاخی می کردیم. حالا اینا شدن با سابقه؟ آقای مبتدی، صرفا از باب مقدم بودن خانم ها بود که به نام مسعود و مریم، سب کن ببینم، حالا شما شدیم با سابقه؟ وقتی ما تو سال 44 سازمانمون رو تأسیس کردیم، شما تو شورای دانش آموزی هم ثبت نام نکرده بودین. شما بلدی تا 17000 تا بشماری؟ ما 17000 ترور موفق داشتیم. شما و سربازاتون از ترس رفتین تو دل کوه و کمر قایم شدین، ولی سربازهای کانونهای شورشی ما با شجاعت و جسارت میرن تو دل توالت‌های عمومی رژیم شعار نویسی میکنن. معلومه که شما و حزبتون به ما نمیخورین. بله، ما به شما نمیخوریم. آن هم عمه من بود که مدام پیام میداد که در گرد همایی سالانه ما شرکت کنید که سالن شلوغتر به نظر بیاد. شما گروه های کرد مخالف حتی با خودتون هم کنار نمی آین. تو همین تظاهرات برلین 7-8 تا پرچم مختلف داشتین. کموله، کدار، پژاک، پاک، جمهوری مهاباد، اقلیم کردستان، هر کدومتون با مادرش قهر کرده رفته یک حزب زده. چرا ما باید شما رو به گرد همایی سالانمون که محل اتحاد آزادیه دعوت کنیم؟ آزادی؟ تنها چیزی که در سازمان شما آزاد است چشم گفتن به مریم رجوی است. البته همون رو هم شک دارم که قبل از گفتنش اجازه نگیرید.
به رئیس جمهور ابلاغی ایران توهین میکنی؟ خانم اسفندیاری و آقای مبتدی، این کار شما فقط فرضیه جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. لطفا اجازه بدید که فردای براندازی که جلوی نهاد ریاست جمهوری به دستور خواهر مریم سر و تهت رو به دو تا ماشین بستیم و به دو طرف کشیدیم که مثل پنیر پیتزا کش بیای، متوجه میشی سزای توهین به رئیس جمهور بالقوه ایران چیه؟ رئیس جمهوریتان مال خودتان، ما در اقلیم خودمان حکومت خودمان را تشکیل میدهیم. برای ریاست جمهوری هم چه کسی بهتر و مهربانتر و مقتدرتر از خودم؟ اگر شما پایتان به اقلیم ما رسید، من سبیلهایم را میزنم. خانم اسفندیاری و آقای مبتدی، لطفاً سخن پایانی. بله، گفتمان برادر مسعود که خواهر مریم هم بر اون تاکید دارن زنده باد مخالف من هست و ما آمادگی همکاری با همه گروه‌های مختلف رو در فردای براندازی داریم تا یک حکومت متحد و متشکل از همه سلیقه‌ها تشکیل بشه. و شما آقای مبتدی؟ بله، من هم همیشه گفتم مهربانی شعار ما، اتحاد هدف ما و تجزیه ایران خط قرمز ماست. ممنونم از عبدالله مبتدی، رئیس حزب کمله، و جالی اسفندیاری، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق. در حالی که دانش آموزان در ایران از عدم آزادی در تغذیه رنج میبرند، طرح تغذیه با حشرات و کرمها در 100 مدرسه از مدارس هلند آغاز شد. در این طرح دانش آموزان این حق را دارند هر حشره و کرمی که دوست داشتند را به عنوان خوراکی در زنگهای تفریح یا در میان وعده ها بخورند و قرار است حشرات جایگزین گوشت شوند. اما این اقدام آوانگارد دولت هلند توسط برخی رسانه‌ها با انتقاداتی همراه بود. است. در این رابطه گفتگوی دارم با پروفسور سیروس عالی، کارشناس علوم نوبنیاد و رئیس مؤسسه بین‌المللی بیولوژی و علوم زیستی از روتردام هلند. پروفسور، منتقدین به این طرح اون رو گامی رو به عقب و بازگشت به دوران پیش از تمدن میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟ ببخشید من عذر میخوام، کی به عقب برگشته؟ ببخشید اروپایی که نماد تمدن و پیشرفت‌های بشری هستن. حرف خنده‌داریه وقتی اروپا که به قول جناب جوزف بورل مسئول سیاست خارجی یورو باقی جهان به حساب میاد، خیلی عذر میخوام به عقب برگرده وضعیت سایر جوامع که جنگل هستن چی میشه؟ اروپایی همچنین یک لوکوموتیو پیشران جامعه بشری هستن و اصلا امکانی ببخشید واقعا به عقب برگشتن رو ندارن. پروفسور، پس شما این طرح رو عقبگرد نمیدونید؟ خیلی ببخشید، من حتی به خودم اجازه نمیدم همچین تصوری از ذهنم عبور کنه. قطعا این طرح یک ایده نوگرانه و روبه تعالیه. اروپایی‌ها ببخشید، خیلی عذر میخوام، اگر هم به مشکلی بخورن عقبگرد نمیکنن. بله، این یک دورخیز مقطعی برای جهش از موانع است. یه ایراد مردم در جوامع عقب افتاده مثل ایران همینه که هر وقت ایده پشت یک طرح رو درک نکنن بهش حمله میکنن. این یک پیشرفت جدید برای اروپاست، در واقع یک نیو ورژن از همون سبک مبارزه بیولوژیک با آفات محسوب میشه. لطفاً در مورد این سازوکار بیشتر توضیح بدید. خب ببینید، در روش مبارزه بیولوژیک با آفات‌ها به جای استفاده از سم‌های شیمیایی که مضرات فراوانی داره، از شکارگرها استفاده میشه. مثلا برای از بین بردن شته از حشراتی بزرگتر مثل کفشتوزک استفاده میکنن. هلند به خاطر شرایط آب و هوایی و رطوبتش شرایط ایده‌آلی برای رشد و تکثیر انواع کرما و حشرات مثل سوسک، کرم، مورچه، ساس و مگس داره. اقدام هوشمندانه دولت هلند این بوده که با یک تر دو نشون زده، هم از انسان به عنوان یکی از مقتدرترین شکارگرها که در رأس هرم غذایی قرار داره برای کنترل جمعیت حشرات استفاده میکنه، هم سالانه میزان زیادی در مصرف منابع گوشتی و پروتئینی صرفه‌جویی میکنه. ممنونم. پروفسور سیروس عالی بود از روتردام هلند. بریتانیا در کمتر از 2 ماه به 3 نفر اجازه تکیه زدن به جایگاه نخست وزیر را داد، اتفاقی کم نظیر که تنها در یک نظام سیاسی آزاد اتفاق می افتد. لیز تراس که با روی کار آمدنش نوید ظهور مارگارت تاچر دیگری را می داد، تنها 6 هفته بعد از انتخاب جای خود را به ریش سوناک داد. ارتباط مستقیمی دارم با همکارم پوریا قربانی در مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا. پوریا، از وضعیت فعلی حاکم بر دفتر نخست وزیری برامون بگو. آیا فرود دولت لیز تراس شرایط را بحرانی کرده؟ خب نه، همینطور که در تصویر میبینید اینجا همه چیز آرومه. ساختمون دفتر نخست وزیری هم کاملا سالمه و برخلاف اون ادعاهایی که از سقوط دوباره دولت حرف میزنن، سقوطی در کار نبوده و شاهد فرود دولت خانم لیز تراس بودیم. حالا ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شده و آماده اوجگیری هست. پوریا، برخی رسانه ها عموما دور از کانون این تغییرات، عوض شدن 3 نخست وزیر در یک بازه 2 ماه رو نشانه بی‌ثباتی دولت بریتانیا و بحرانی بودن شرایط میدونن.
کارشناس‌های مستقر در حوالی دفتر نخست وزیری که اشراف بهتری بر اوضاع دارن چه تحلیلی دارن؟ من با چند تا از این تحلیلگرها که صحبت می‌کردم همه‌شون متفق القول می‌گفتن این تغییر پی در پی نخست وزیر باز بودن دایره قدرت در بریتانیا رو نشون میده. اونا می‌گفتن تو نظام‌های بسته نخست وزیر چندین سال بر صندلیش تکیه می‌زنه و به کس دیگه اجازه عرض اندام نمیده، اما با شرایطی که در بریتانیا حکم فرماست ممکنه در آینده نزدیک حتی آبرینی که به صورت اتفاقی در حال عبور از این حوالی هستن هم شانس انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر رو داشته باشن. پول با روی کار اومدن خانم لیستراس خیلی ها از اون به عنوان یک زن قهرمان و الگو یاد کردن. نظر کارشناسا در مورد عملکرد 45 روزه ایشون چیه؟ من در مورد عملکرد 45 روزه خانم تراس از کارشناسان زیادی سوال کردم و تقریبا همشون یک جواب رو دادن، خیلی تاثیرگذار. پوریا لطفاً چند تا از اقدامات مهم و افتخارات خانم تراس در مدت نخست وزیریشون رو هم بگو. بله درسته که در نتیجه عملکرد ایشون یه بحران اقتصادی به وجود اومده و تورم تشدید شده، ولی کارنامه 45 روزه ایشون رو که ورق می‌زدم ایشون کارهایی رو انجام دادن که سالها بود هیچ کدوم از نخست وزیرهای بریتانیا موفق به انجامش نشده بودن. برای مثال مراسم کفن و دفن ملکه، برگزاری مراسم ادای احترام به ملکه و 12 ساعت در صف ایستادن دیوید بکام، برگزاری مراسم 7 و 40 بلیط فروشی مزار، به علاوه مدیریت پخت حلوا و خریدن تاج گل، تدارک دیدن وسیله ایاب و ذهاب و پذیرایی تنها چند تا از اونها. پوریا قربانی بود از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا، اما اشتباه گرفتن هندی‌ها و پاکستانی‌ها با ایرانیان طرفدار جمهوری اسلامی این روزها به دردسری برای ایرانیان معترض در بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده و تاکنون چندین مورد برخورد فیزیکی با شهروندان هندی و پاکستانی گزارش شده است. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر الیاس احتشام، رئیس اندیشکده فرهنگ و انسانشناسی از تگزاس. آقای دکتر، در این چند هفته‌ای که از شروع اعتراضات علیه حکومت ایران می‌گذره، بارها شاهد این بودیم که معترضین ایرانی خارج از کشور با استفاده از آزادی حاکم بر جوامع اروپایی اقدام به تبلیغ و ارائه دیدگاه‌هاشون به افراد غیر همسو می‌کنن. برای مثال دیدم که برای همراه کردن آقای مجید جوهری، نماینده ایرانی پارلمان کانادا، فامیل‌های نسبی و سببی مؤنثش رو بهش یادآوری کردن، اما بارها هم شده که آبران پاکستانی یا هندی رو با ایرانی‌ها اشتباه گرفتن و سوء تفاهم‌هایی پیش اومده که منجر به جاموندن چاقوی معترضان در بدن هندی‌ها و پاکستانی‌ها شده. شما به عنوان انسان‌شناس راهکاری رو برای شناسایی بهتر به این افراد پیشنهاد می‌کنید؟ بله، تحقیقات آنتروپولوژیستی تأیید می‌کنه برخی هندی‌ها و پاکستانی‌ها از لحاظ ظاهری به ایرانی‌ها شباهت دارند، یا برخی ایتالیایی‌ها از نظر رفتاری که خب واقعاً تشخیصشون سخته، اما علم انسانشناسی راه‌های مختلفی در اختیار ما میذاره تا به وسیله اونها بشه انسان ایرانی رو از غیر ایرانی شناسایی کرد. راهکارهای تخصصی که برای استفاده ازش باید بر علم آنتروپولوژی مسلط باشین. مثلا یکی این که بپرسیم وراریو فرام. آقای احتشام، با توجه به شرایط حساسی که معترضین ایرانی دارن، آیا بهتر نیست فرصتشون رو صرف کارهای تخصصی و زمانبری مثل شناسایی هویت فرد مقابل نکنن؟ بله، خب در این شرایط که معترضین ایرانی در آستانه یک انقلاب هستند، نباید یک ثانیه رو هم از دست بدن، بهتره که بزنن. منظورتون از زدن همون تبلیغ دیدگاه هستش؟ بله، دیدگاهشون رو با شدت و قدرت زیاد تبلیغ کنن. هندی ها و پاکستانی ها هم یه چند وقتی مراعات کنن و بیرون نیان. در دنیای امروز هم شرایط برای بیرون نیومدن فراهمه، میتونن خریدهاشون رو اینترنتی انجام بدن، بچه هاشون هم مجازی درس بخونن، یا اگر بیرون اومدن و یعنی مورد تبلیغ قرار گرفتن، ببخشن و فراموش کنند. ممنونم. الیاس احتشام بود از تگزاس و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری ویژه از تلویزیون فارسی دی بی سی.